ساعتی پیش رضا غیبی خبرنگار مقیم ایران تظاهرات روزهای اخیر رو صدای بی صدایان دهه 60 و دهه های بعدی و جوانتر جامعه خوند و به صدای آمریکا گفت اون چه امروز در خیابان‌های ایران در حال روی دادن خروش نسل جوانه. امروز که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم و دو سه روز گذشته، اعتراضات و خشم ناشی از بدرفتاری، کجرفتاری و رفتار سلیقه‌ای که منجر به گرفته شدن جان یک شهروند شده، باعث شده تا مردم در اعتراض به خیابان‌ها بیان. این اعتراض فارغ از قومیت و هیچ و هر گونه رنگ و مذهب و حزب و اینها هست، مردم پشت هم هستن. مردم با این رفتارشون، با این اعتراض گسترده در شهرهای مختلف ایران نشان دادن کردستان ایران بخشی از ایران هست، کردستان ایران چشم و چراغ ایران هست، کردستان ایران مثل کردستان عراق و سوریه و ترکیه نیست و بخشی از خاک ایران هست و برای تمام مردم ایران عزیز هست. بنابراین این اعتراضی که میبینیم ریشه در رفتارها و کجرفتاریهای حاکمیت و دستگاه‌های مختلف داشته و از اون ور ریشه در باورها و اعتقادات و همدلی و همراهی مردم با هم داشته که یک اتفاقی برای یکی از عزیزان اون رو چشمی‌های این آب و خاک در کردستان رخ میده که اهل کردستان است و تمامی شهرهای ایران به نوعی درگیر این موضوع میشن و در اعتراض به خیابان‌ها میان. نکته اساسی این اعتراضات سن پایین شرکت کنندگان در اعتراضات هست. ما از اعتراضات بازار که امروز رقم خورده و در شعارهاشون فراخوان میدادن و به مشارکت میطلبیدن بخش دیگری از بازاریان رو، اون بخش دیگری از بازاریان که به مشارکت به این اعتراضات نپیوستن همون بازاریان سنتی هستن که هیچگاه در طول 40 سال گذشته هیچ واکنشی از خودشون نشون ندادن و همواره رفتارشون محل نقد بوده، ولی نسل جوان بازاری ها مثل نسل سنتی نیستند و به اعتراض ها پیوستند. در شهرهای مختلف هم ما میبینیم دختری که تیر خورده 10 سال سن داره در کردستان ایران، ما میبینیم آنهایی که کشته میشوند یا بازداشت میشوند عمدتاً از بچه های دهه 60 هستند. این اتفاقی که در کوچه و خیابان های ایران داره رخ میده، خروش و جوشش و اعتراض نسل جدید و نسل دهه 80 ایران هست که به یک نوعی صدای بی صدایان دهه 60 هم هست.